اینه ای رو که جدا کردم و بذار توی چمدون، حسن ببره خیریه. چشمان خانم. اینجا بی خودی بزرگه، میتونیم این دیوار رو برداریم و اتاق رو بزرگتر کنیم برای بچه ها. خیر باشه. کار تعمیرات داری؟ صبح بخیر. امروز قراره معمار بیاد، طرح جدید اتاق رو بهش میدیم. اتاق جدید؟ منظورت اینه که قراره با هم زندگی کنی؟ چرا هیچ کس نظر منو نمیپرسه؟ بانو، بانو، این چه برخوردی بود ها؟ ها؟ ونوس نامزد منه، من با اون گناه احمق احترام میذارم، اون وقت تو با ونوس اینجوری رفتار میکنی؟ اگه قراره اینجا زندگی کنی نظر منم باید میپرسیدی. چرا؟ چون تو دردونه بابایی یا پدر واقعی تو. به خاطر اینکه نمیخوام با ونوس زندگی کنم. ببخشید ونوس، دیشب نتونستم بخوابم، اعصابم به هم ریخته است، ولی واقعا باید با منم صحبت میکردین. فکر میکردم قبلا صحبت شده، ولی من دیگه نمیخوام اینجا زندگی کنم. ونوس بسه. اون مرمولک اعصابتو به هم ریخته؟ دیوونه شدی نکنه که اون دختره رو انتخاب بکنه. باریش گم شو برو. ونوس اینجا زندگی میکنه، جلوی چشات. بعد از ازدواجم گنهیم میاد اینجا، یه خانواده یه بزرگ میشی. اگه ازدواجی باشه، بعد از این برای هیچ کاری روی من حساب باز نکن. هیچی. دیوونه. نه پدر، مطلقاً شما تو این مسئله دخالت نکن، کاملاً حق با منه. باریشم اصلاً براش مهم نیست ونوس گیر داده اینجا زندگی کنن. نه نمیخوام. خیلی خب، بعد از صحبت میکنیم. راستی بابا، امروز با گنه صحبت کردین؟ کلوب هم نایمده؟ خیلی خب. نه نمیخوام باهاش تماس بگیرم، خودش زنگ میزنه. باشه عزیزم، میبوسمت. نکنه روزه سکوت گرفتین شماها؟ چی بگم یختون باز چه بچه ها؟ بابا جون حرفی نداریم بزنی، چون تو فقط بلدی توهین کنی. از ونوس خوشم نمیاد، زوره؟ منم که گفتم از گنه خوشم نمیاد. آرش لطفاً. لطفاً چی؟ آقای آتیلا، لطفاً چی؟ بازم باید مراقب بانو باشیم چون کوچیک‌تره. آقای آتیلا؟ این حرفت خیلی ناراحتم کرد. هرچی بخواد فوراً فراهمه. چرا؟ چون حساسه. دوباره شروع کن همون داستان غم انگیزه پسر ناتنی. من نمیخوام با ونوس توی یه خونه زندگی کنم، اینو تو کلت فرو کن. بانو تمومش کن. وقتی با هم دیگه کار دارین محترمانه برخورد میکنید، ولی وقتی به صرفتون نباشه جور دیگه است. باریش بشین سر جات، بتونیم با حرف زدن مشکل حل کنیم. منم که همینو میگم، اونا برن تو اون یکی خونه. تو هم با گنه جونت اینجا بمونی. آره؟ آره. هیچ کدومتون رو درک نمی کنم، سر یه خونه دارید همدیگر رو می کشین. واقعا مسخره است. حالم از این بچه بازیات به هم می خوره بانو. تو هم خیلی بیادبی، قبل از اینکه واسه اینجا بودن نقشه بکشی باید به من می گفتی.